درود بیکران بر شما بزرگواران زرگواران خوش آمد میگم ورود شما رو به پادکست دوم مجموعه آموزشی ریشه کاری از ابراهیم ایدی نسیری. قبل از آغاز این پادکست مهم جا داره از شما مخاطبان عزیز سپاسگزاری داشته باشم و خواهش کنم برای ترویج فرهنگ آموزش و پرورش در بین فارسی زبانان دنیا برنامه های آموزشی ریشه رو سابسکرایب و شیر کنید تا افراد بیشتری از مطالب پادکست استفاده کنند ما برای شما برنامه های مفیدی رو تهیه و تولید خواهیم کرد و هدف ما ایجاد یک نگرش متفاوت و جدید و یا نگرش های قدیمی با نگرش متفاوت نسبت به موضوعات پیرامون ما هست در کنار این نگرش متفاوت ما سعی کردیم اطلاعات جدید رو برای شما تهیه و ارائه کنیم و امیدواریم که بتونیم در این راه با کمک شما عزیزان موفق بشیم سطح آموزش رو در بین فارسی زبانان افزایش بدیم. اینو یادتون باشه همه چیز به ریشه ها برمیگرده و ما باید اونها رو تحت آموزش و پرورش قویتر کنیم. تا بتونیم دنیای بهتری رو برای همدیگه بسازیم از همه شما از همه شما سپاسگزاری میکنم برای حمایت از ما بسیار سپاسگزارم و شما رو به شنیدن برنامه جدیدمون دعوت میکنم بعد از اینکه اخبار پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا مطرح شد و به صورت جدی این اخبار اعلام شد که ایران قراره به این اتحادیه اقتصادی به پیونده سوالات زیادی برای تولید کنندگان و تجار پیش اومده که ماهیت این اتحادیه چیه و نقاط ضعف قدرت توانمندی ها ها فرصت ها چالش ها و اهداف و کلیه این مواردی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به این اتحادیه وصل میشه چه چیزهایی هستن در نتیجه بر این شدم تا در قالب این فایل صوتی یه سری از مسائل رو خدمت شما عزیزان مطرح کنم در ابتدا مقدمه خواهیم داشت بر پیدایش اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در ادامه مطالب ما به فرصت ها و چالش هایی که در روبروی ایران هست میپردازیم. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زبان انگلیسی و روسی بدین شکل تلفظ میشه. Eurasian Economic Union EAEU به زبان انگلیسی و به زبان روسی سایوس экономический союз اس در سال 2007 میلادی ابتدا توافقاتی بین مسکو، آستانه و مینسک یعنی فدراسیون روسیه، قزاقستان و بلاروس در خصوص ایجاد این های گمرکی مشترک انجام شد و در نهایت توافق مذکور به امضای رئیس جمهورهای ستا کشور در اومد و بدین ترتیب اتحادیه گمرکی در سال 2010 میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد اما در قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصاد اوراسیا در 29 می 2014 بین کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان منعقد شد که جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهایی همچون ارمنستان و قرقیزستان هم به عضویت اون در اومدن و از سه کشور به پنج کشور افزایش پیدا کردن این اتحاد کار خودش در اول ژانویه 2015 میلادی شروع کرد جایی که کشورهای عضو اوراسیا همکنون با 20 میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از 183 میلیون نفر جمعیت که 52 دهم درصد جمعیت جهان رو تشکیل میده رو به خودش اختصاص داده در ادامه به بحث جمعیت شناسی این اتحادیه خواهیم پرداخت که بخش بسیار مهم این اتحادیه خواهد بود بنابراین با توجه به اهداف اعلام شده اتحادیه اوراسیا و تاکید روسیه بر ایجاد اوراسیای بزرگ و تشکیل مرکز جدید توسعه اقتصادی از طریق مشارکت و همکاری با سایر کشورهای دیگر از جمله کشورهای منطقه موضوع امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو مجمع اقتصاد اوراسیا از جانب ایران هم مطرح شد مقامات ایران معتقدند که پس از امضای نامی تجارت ترجیح با مجمع اقتصادی اوراسیا میتونن به سوی یک تجارت آزاد با این کشور را حرکت کنند و به همین دلیل ایران پیشنهاد داد که یک منطقه تجاری آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تشکیل بشه که از جانب اعضای اتحادیه اوراسیا هم مورد استقبال قرار گرفت و پذیرفتند خب در این سال ها مذاکرات و رفت آمدهای بسیار زیادی انجام شد در سطوح بالا در سطوح ریاست جمهوری و همچنین در سطوح وزرا و سفارت ها و پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان که از پنج عضو اصلی این اتحادیه هستند به خوبی از توانمندی‌ها و های گسترده ایران آگاه هستند چه از لحاظ تجاری و چه از لحاظ های دیگه و اینکه پیوستن ایران به این اتحادیه اقتصادی میتونه یک زمینه اقتصادی برد برد و برای هم ایران و هم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ترسیم بکنه همونطور که میدونید ایران و یا هر کشور دیگه ای به دنبال دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی خودش هست و توافق نامه ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتونه رونق جدی برای برنامه سرمایه‌گذاری، پروژه‌های نوآوری و جدید و همچنین اجرای ابتکار عمل مشترک در زمین های علوم و فناوری و سایر زمین های دیگر رو برای ایران و برای کشورهای دیگه عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد بکنه هر چقدر ایران در اتحادیه مختلف عضو باشه در واقع باعث رشد و توسعه خودش و کشورهای اون منطقه میشه و در طی دو سال گذشته مذاکرات متعددی چه از لازم کمی و چه از لازم کیفی در مورد اقلام و میزان این تعرف های ترجیحی بین ایران و سایر کشورهای عضو انجام شد و بالاخره این موافقت نامه در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید از اواخر سال 1394 مذاکرات فشرده بین دولت های ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد منطقه آزاد اقتصادی تجاری برای یک دوره سه ساله آزمایشی صورت گرفت که سرانجام اون موافقت نامه در ماه می 2018 در شهر آستان پایتخت قزاقستان توسط وزیر وقت صنعت و معدن تجارت امضا شد و هیئت وزیران نیز در تاریخ 18 آذر 97 لایحه مربوطه را به تصویب رساندند اما این توافق که بعد از دو سال مذاکره به نتیجه رسید قراره که از هفته اول آبان ماه 1398 اجرایی بشه که در اون تمامی کالاها که خدمتون الان عرض میکنم چه تعداد کالا هست و در چه زمینایی کاهش تعرفه های گمرکیشون صورت میگیره این امتیازات و تعرفه ها برای 502 قلم کالاهای مختلف در حوزه های مواد غذایی، مواد مصرفی و شیمیایی، محصولات ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی و محصولات کشاورزی از سوی اتحادیه اوراسیا و 360 قلم کالا در همین موارد از سوی ایران به سوی این پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا قرار انجام بشه که در مجموع 862 مورد کالا میشه یعنی الان 502 قلم کالا بین این پنج کشور داره انجام میشه در زمین های مختلف و قرار این 502 قلم کالا برای ایران انجام میشه و ایران هم طبق توافقات انجام شده قرار 360 قلم کالا اضاف کنه به این 502 قلم که مجموعا به 862 مورد کالا میرسه دوستان عزیز در این قسمت مقدمه رو به پایان میرسونم و وارد بخش اهداف تشکیل اتحادیه اوراسیا میشم و با هم در مورد اهداف و اولویت های اتحادیه گمرک اوراسیا صحبت میکنیم همونطور که میدونیم هر کشوری به منظور عضویت در یک اتحادیه نیاز به یه سری هدف یا اهداف خاص داره که تمامی این اهداف باید در راستای بهبود زمین های توسعه زیرساخت ها و ارتقا و بهبود اقتصاد و افزایش سطح رفاه زندگی مردم و همچنین گردش بهتر سرمایه و خیلی عوامل دیگه داره و اینکه تجارت در اون کشورهای عضو اتحادیه باید آسونتر بشه تولید ناخالص ملی اون کشورها افزایش باید پیدا بکنه ایجاد بازارهای مشترک داشته باشن که در واقع یه سری بازارهای برد برد برای اون کشورها باشه قوانین گمرکیشون آسونتر بشه و هاشون به صفر تر بشه بتونن در کشورهای همدیگه با شرایط خاص و خوب سرمایه گذاری بکنن و اینکه بتونن یه سری تعرفه های خارجی مشترک بین کشورهای عضو برقرار بکنن و هماهنگ سازی بکنن این گونه تشریفات گمرکی رو ولی هدف از ایجاد اتحادی اوراسیا ایجاد یک فضای اقتصادی مناسبه که کشورها بتونن با توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالاها و خدمات و سرمایه در بازارهای واحدی که تشکیل میشه بتونن قیمت کالاها رو کمتر بکنن و سود اون تجار تولید کننده ها بیشتر بشه و همچنین هزینه های حمل و نقل کمتر بشه مواد خامی که قرار بین این کشورها جابجا جا بشه و صادرات و واردات بشه به راحتی بتونن این کار رو انجام بدن در واقع در یک بازار رقابتی مشترک و سالم بتونن گام بردارن در بخش سیاست های مشترک در قسمت کشاورزی، انرژی، فناوری فن و همچنین حمل و نقل هم یه سری اهداف تعریف شده در این اتحادیه که بسیار خوب هست و اگر این برنامه های تجاری که بین هم تعریف کردن به وقوع بپیونده، پیونده به خاطر اینکه اشتراکات خیلی زیادی دارن این کشورها و میشه گفت که هر کدوم از این کشورها دارای پتانسیل بسیار خوبی در زیرساخت انرژی و فناوری هست میتونن از این پتانسیل ها و توانایی ها و زیرساخت که در اون کشورها هست به نحو اصلا برای هم کشور خودشون درآمدزایی کشور خودشون و هم برای کمک و مساعدت به کشورهای عضو این اتحادیه این پتانسیل ها مورد استفاده قرار بگیره از منظر مؤسسان این اتحادیه اقتصادی اوراسیا این اتحادیه میتونه بازار بزرگی در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی ایجاد بکنه. تجارت میان اعضای خودش رو بهبود ببخشه و تسهیلات بسیاری رو در این زمین ها برای کشورهای عضو برمقام بیاره. در همین مورد در مادی چهارم پیمان نامه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در تاریخ 29 می 2014 نوشته شده چهار مورد رو که به عنوان چهار مورد آزادی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیان کردن رو خدمتتون میگم آزادی جابجایی کالاها خدمات سرمایه و کار بر طبق این چهار مورد که در اصطلاح در ماده چهارم این پیمان نامه به نام چهار مورد آزادی بیان کردن که اجرای یک سیاست هماهنگ و یک نباخت در های اقتصادی رو تضمین میکنه و در همین رابطه خانم تاتیانا والووایا که یک اقتصاددان روسی هست و از مقام های بینالمللی روسیه هست و در سال 2019 به عنوان مدیر کل دفتر سازمان ملل در ژنو انتخاب شده اینطوری بیان داشت که ما متوجه شدیم اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک فضای اقتصادی تمام ایار است و برای رسیدن به نتایج موثر در آن باید سیاست هماهنگ شده و توافق شده ای رو در بخش های کلیدی اقتصاد انجام دهیم. یک فضای اقتصادی واحد از چهار مورد آزادی تشکیل شده است که اکنون ما درک کاملا واضح از این چهار مورد آزادی داریم و در ادامه گفته این فقط حذف تشریفات گمرکی نیست بلکه نیاز به تشکیل بازارهای واحد نیز هست. تأثیرات بزرگ در اقتصاد کلان کشورهایی که عضو این اتحادیه میشوند را اقتصاددانهای روسی و سایر اقتصاددانهای عضو این اتحادیه اینطور بررسی کردند و نتایج و تاثیرات اون رو بدین شکل بیان کردند یک کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه حمل مواد اولیه لازم یعنی صادرات کالاهای نهایی آنها دوم رقابت سالم در بازارهای مشترک کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل تحریک سطح توسعه اقتصادی سوم افزایش رقابت در بازارهای مشترک کشورهای عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا به دلیل ورود بازیکنان جدید در فضای مشترک به بازار چهارم افزایش حقوق متوسط به دلیل پایین آمدن هزینه ها و افزایش بهرهوری پنجم افزایش تولید به دلیل افزایش تقاضا برای کالاها ششم افزایش رونق کسب و کار مردمی که در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا زندگی و فعالیت اقتصادی می کنند به دلیل پایین آمدن قیمت مواد غذایی و افزایش اشتغال در گسترش تولید بنگاه های صادراتگرا هفتم افزایش سرعت بازپرداخت فناوری ها و محصولات جدید به دلیل افزایش اندازه و حجم بازار و هشتم افزایش تولید و ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حداقل تا 25 درصد در پرانتز یک نکته کوچیک و مهم بگم و اون اینه که مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادی اقتصادی اوراسیا که همون پنج کشور هستن یعنی روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان دهمین ده اقتصاد جهان شده در سال 2018 با تولید ناخالص داخلی یک تریلیون و 838 میلیارد دلار بنابراین در بخش اهداف اتحادیه اوراسیا ما میبینیم که وجود این اتحادیه برای کشورهای عضو که قرار به نه عضو برسه بسیار حیاتیه ولی فراموش نکنیم که یه سری از موارد هم هست یه سری از سوالات هست که من در بخش چالش ها حتما به اون میپردازم که مباحث بسیار مهمیه و کشورهای عضو این اتحادیه باید حتما برای این سوال ها پاسخهای درخوری رو لحاظ بکنن در بخش بعدی میخوایم فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی مهم برای ایران رو بررسی بکنیم و اینکه ایران چرا باید عضو این اتحادیه بشه و عملا ایران با توجه به اینکه می‌خواد عضو بشه در این اتحادیه اوراسیا چه فرصت‌ها و مزیت‌هایی رو می‌تونه به دست بیاره. در مورد بررسی پیوستن ایران به این اتحادیه باید عرض کنم خدمتتون که زمانی که ایران می‌خواد به این اتحادیه بپیونده حتما بررسی لازم انجام شده و اینکه ایران هم به مانند سایر کشورهای عضو این اتحادیه یا کشورهایی که در آینده میخوان عضو این اتحادیه بشن یا ایران عضو هر اتحادیه که میخواد بشه در واقع به دنبال مزیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده و تولید شده برای خودش هست و این طبیعی به مانند هر کشور دیگه‌ای در اینجا یه سری موارد رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که احساس میکنم این موارد جز فرصت ها و مذیعت های اقتصادی مهم برای ایرانه. اولین آیتمی که بسیار نقش مهم و حیاتی داره برای ایران و همچنین برای سایر کشورهای دیگه آیتم شرایط جمعیتیه. در این قسمت من میخوام شرایط جمعیتی کشورهایی رو که در ژانویه 2015 پنج کشوری که عضو بودن رو به شما بگم و بعد از اون شرایط جمعیتی چهار کشوری که در حال حاضر میخوان به این کشورها به و بهتون بگم. کشور فدراسیون روسیه با 140 میلیون جمعیت در رنکینگ اول این کشورها قرار داره با 140 میلیون کشور بعدی کشور قزاقستان هست با 17 میلیون جمعیت کشور بلاروس با 10 میلیون جمعیت کشور قرقیزستان با 6 میلیون جمعیت و ارمنستان با سه میلیون جمعیت به ترتیب اولین تا پنجمین کشوری هستند که از سال 2015 در این اتحادیه اوراسیا عضو هستند. جمع کل این جمعیت به 176 میلیون نفر میرسه که به نوبه خودش برای یک اتحادیه نوپا جمعیت مناسبیه. ولی این اتحادیه ازم خودش رو جذب کرده که چهار کشور دیگر رو به مانند ایران، ویتنام، سنگاپور و مولداوی به خودش اضافه بکنه. در بخش دوم، بخش دوم قسمت جمعیت شناسی، جمعیت این کشورها رو ما بررسی میکنیم. جمعیت کشور ویتنام 96 میلیون نفر، جمعیت کشور ایران 80 میلیون نفر، جمعیت کشور سنگاپور 6 میلیون نفر و جمعیت کشور مولداوی 4 میلیون نفر. مجموع کل جمعیت این چهار کشور جدید و عضو اوراسیا 186 میلیون نفر می شود اگه ما بیایم مجموع پنج کشور ابتدایی و چهار کشور بعدی رو با هم محاسبه بکنیم 362 میلیون نفر مجموع کل جمعیت این نه کشور میشه یعنی ما با یک جمعیت 362 میلیون نفری در این کشورها در این اتحادیه مواجه هستیم که اگر کشور چین به این اتحادیه ملحق بشه ما جمعیتی بالغ بر دو میلیارد نفر رو در این اتحادیه خواهیم داشت پس میبینیم که از لحاظ فاکتور جمعیتی واقعا پتانسیل خیلی خوبی داره این اتحادیه و البته باید از لحاظ تولید ناخالص ملی این کشورها نیز بررسی بشه سایر آیتم های دیگه بررسی بشه که در بخش چالش ها به این مورد و به این مهم من پرداختم مورد بعدی که جز مزیت‌ها ها و فرصت های ایران هست کمرنگ کردن بخشی از آثار تحریم ها علیه ایرانه ببینید با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این پیوستن به این یک فرصت قابل توجهی رو برای اقتصاد ایران به وجود میاره که میتوان از این طریق بخشی از آثار این تحریم ها رو جبران کنیم قطعا ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با این اتحادیه میتونه دروازه های جدیدی رو برای اقتصاد ایران باز بکنه که ایران به همراه سایر اعضا به راحتی میتونه این روابط اقتصادی رو بهبود ببخشه به ارتقا بده و در آینده اونا رو توسعه بده و به سوی یک کانال بسیار خوب هدایت بکنه این پتانسیل رو در نتیجه استفاده از ظرفیت همسایگان خودش و کشورهایی که عضو این اتحادیه اوراسیا هستن میتونه یه قدرت منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای رو به ایران ببخشه که ایران میتونه برای کاهش آثار و تاثیرات این تحریم ها از فرصت عضویت در این اتحادیه استفاده خودشو ببره مورد بعدی که من در بخش فرصت ها و مزیتها ها اون آوردم تخفیف های تعرفه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و گمرکی اوراسیا است دوستان این مورد بسیار مهمه مورد تخفیفات تعرفه و اینکه به صفر رسیدن یا نزدیک صفر شدن برخی تعرفه گمرکی کالاها برای یک تولید کننده و برای یک صادر کننده و همچنین برای یک خریدار بسیار نقش مهمی رو در تجارت بین‌الملل بازی میکنه. و در مورد این مهم همین بس که من بگم کم شدن یا به صفر رسیدن این تعرف ها به طرز شگفت انگیزی بر روی قیمت ها تاثیر میذاره و این تاثیر واقعا تاثیر مستقیمیه و باعث انطاف در پیشنهادات قیمتی توسط فروشندگان یا حالا تولید کنندگان از یک طرف میشه و از سوی دیگه افزایش حجم خرید توسط مشتریان خارجی میشه حالا مضاف بر این دو دلیل دلیل, دلیل دیگه که واقعا مهم هست به دلیل هم اتحادیه بودن این کشورها با هم و هم در واقع هم عضو شدن در اتحادیه اوراسیا یه سری مراحل و یه سری شرایط دست که قبلا در این اتحادیه بود و مثلا میگم ایران جز این اتحادیه نبود میخواست کالایی رو ثبت بکنه و بعد وارد یه کشور بکنه خب مراحل بسیار پیچیده‌ای داره مراحل سختی داره و به دلیل اینکه ایران جز این اتحادیه نبود یه مقداری آنالیزها ها ها طولانی میشه به خاطر اینکه سبک و سیاق سیستم های در واقع گمرکی و استاندارد ها و سایر مسائل مرتبط با تولید یک کالا در ایران خیلی متفاوته با کشورهای عضو این اتحادیه ولی وقتی که ایران وارد این اتحادیه میشه موظف میشه یه سری از سیستم هایی که در اون کشورهای عضو هست رو برای خودش ایجاد بکنه که بتونه از این استانداردها برای محصولات خودش هم استفاده بکنه و در نتیجه زمانی که میخواد محصول خودش و اون پراداکت خودش صادر بکنه از ایران به اون کشورهای عضو این مراحل ثبت و مراحل ریجیسر کردن محصولاتش بسیار آسان تر میشه و همچنین کشورهای عضو میدونن که متوجهن که ایران عضو این اتحادیه هست و سرعت کار صادرات چندین برابر بیشتر میشه و این موضوع برای صادرکنندگان کنندگان و برای تولید کنندگان ایرانی بسیار مهم است و من مطمئنم که با ورود ایران به این اتحادیه این موزلات بسیار کاش پیدا میکنه و ایران میتونه از این موقعیت به نو بسیار خوبی استفاده بکنه چون در این سالها واقعا من شاهد این بودم من هایی که خودم این کارا رو انجام دادم خیلی از تجار ایرانی زمانی که قصد فعالیت بازرگانی در این کشورها رو داشتند با این مشکلات دست به گریبان بودن پس این تخفیفات تعرفه ای و اینکه مراحل ثبت یه سری محصولات زمانی که ایران عضو این اتحادیه بشه یا از بین میره کلا ثبت این محصولات و ایران وارد سامانه های این کشورها و این اتحادیه میشه و یا اینکه صادر کننده و تولید کننده ای ایرانی میتونه که محصولات خودش رو به کشورهای عضو به صادر بکنه مورد بعدی کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری بین اعضای این اتحادیه هست از اونجایی که اتحادیه اوراسیا با کاهش استفاده از دلار سهم پرداخت های تجاری با ارز ملی خودشون رو به 70 درصد افزایش میدن میتونیم به کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری خوشبین باشیم و اینکه این اتفاق در شرایط الان بسیار مفید است برای کشورهای مثل ایران که جز تحریم های بین المللی قرار گرفته مورد بعدی امتیازات گمرکی خاص به اعضای این اتحادیه است بر اساس این موافقتنامه نامه ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی رو دریافت کرده و کشورهای این اتحادیه هم این امکان رو خواهند داشت تا حجم صادرات خودشون رو به ایران تا 75 درصد افزایش بدن پس از زاویه دید سایر اعضای این اتحادیه برای اونها هم خیلی خوب است چون میتونن تا 75 درصد حجم صادرات خودشون رو به ایران افزایش بدن و در نتیجه ایران نیز میتونه با امتیازاتی که دریافت کرده صادرات کالای خودش رو به مقصد کشورهایی که عضو اتحادیه هستند رو چندین برابر افزایش بده مورد بعدی تعداد کالا ها هست که من در بخش ابتدایی هم به اونها اشاره کردم که ایران تا 360 قلم رو معرفی کرده برای این اتحادیه و این امتیازات رو هم از اونها گرفته در این امتیازات 502 قلم از کالاهای مختلف را در زمینه های غذایی، شیمیایی، مصرفی، ساختمانی، فنی مهندسی، صنعتی، کشاورزی از سوی اتحادیه اوراسیا و 360 قلم کالا هم ایران قرار اضاف بکنه به اون 502 قلم و در نتیجه مجموع کل اقلام در این توافق نامه به 862 مورد میرسه که در بخش ابتدایی صحبت ها من به اونا اشاره کردم مورد دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم و در واقع این مورد برای آینده این اتحادیه هست اینه که پنج عضو ثابت رو تا الان داره این اتحادیه اقتصادی اوراسیا چهار عضو هم به زودی قرار بگیره که ایران جزء اونها هست و از همه مهمتر و اینکه در آینده قرار اتفاق بیفته و این خبر رو من پیشاپیش بهتون میدم اینه که چهل کشور و سازمان بین از جمله کشورهایی همچون چین، اندونزی، کره جنوبی، هندوستان، مصر، سربستان و حتی برخی از کشورهای حوزه ای آمریکای لاتین هم قرار در چارچوب این اتحادیه در واقع اعلام آمادگی کردن و میخوان به این اتحادیه بپیوندن و صد درصد این موضوع در آینده برای ایران و کشورهای عضو این اتحادیه بسیار بسیار حائز اهمیت هست و اینکه خیلی از کشورها منتظرم ببینن که این اتحادیه که تازه شکل گرفته و سال 2015 در واقع شکل گرفته و در ژانویه 2020 تولد پنجمین سال اون هست چه مسیری رو داره طی میکنه و آیا مسیر خوبی رو برای خودش تعریف میکنه در آینده یا نه که اگر این اتفاق بیفته و مسیر مسیر خیلی خوبی بشه و از چالش ها عبور بکنه این اتحادیه حتما کشورهای خیلی خوبی مخصوصا کشورهای آسیای شرقی به این اتحادیه خواهند پیوست و باعث جهش بسیار خوبی در صادرات و واردات ایران خواهد شد و اینکه چشمانداز روشنی رو ایران میتونه پیش روی خودش ببینه و اینکه بتونه از این تنگنای اقتصادی که در حال حاضر گریبان ایرانو گرفته خودشو رها بکنه و بتونه با های تجاری که تعریف میشه در این تادیه خودشو به بازارهای بزرگ و مطمئن در سطح جهانی متصل بکنه مورد بعدی که مورد بسیار مهمی هست اینه که اگر یک کشور از لحاظ اقتصادی وارد یک اتحادیه بشه در واقع فقط منافع اقتصادی و تجاری اون کشور مورد هدف قرار میگیره در حالی که عضویت در این اتحادیه‌ها میتونه منافع سیاسی رو هم برای طرفین عضو قائل بشه و همگرایی منطقه‌ای تاثیر قابل ملاحظه‌ای رو بر ثبات و امنیت اقتصادی داره و به دلیل نزدیکی و دسترسی کشورمون به اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان گسترش همکاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، بانکی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی و سایر زمین های دیگر رو فراهم میکنه. پس اینو فراموش نکنیم که هدف و اهداف اقتصادی و تجاری بسیار مهم هست ولی از همه مهمتر و در کنار اهداف اقتصادی و تجاری منافع سیاسی رو هم برای کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد میکنند مورد بعدی همکاری در حوزه انرژی با کشورهای منطقه اوراسیا است در شرایطی که ایران همچنان داره با تحریمهایی که روبروی خودش میبینه دست و پنجه نرم میکنه در حوزه انرژی ایران میتونه همکاری های بسیار خوبی رو با کشورهای عضو این اتحادیه داشته باشه که از اهمیت بسیار ویژه برخورداره و اینکه همونطور که میدونید ایران در شارع منطقه خاورمیانه هست و یکی از کشورهای بسیار مهم حیاتی است و در واقع کلیدور شمال به جنوب هم محسوب میشه و اینکه اقتصاد ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز از توان هم تکمیلی جدی در این زمینه برخوردار هستند اگرچه هنوز حجم مبادلات میان ایران و کشورهای منطقه مطلوب نیست اما ظرفیت های بسیار زیادی وجود داره برای رشد اقتصادی در این حوزه عضویت ایران در چنین اتحادی میتونه دستاورده اقتصادی و سیاسی خیلی خوبی داشته باشه ایران میتونه از فشار این تحریم های اقتصادی علیه خودش کاهش بده و اینکه با محوریت قرار دادن کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و به نقش محوری روسیه میتونه تاثیرات این تحریم ها رو مخصوصا در حوزه انرژی کاهش بده مورد بعد بعدی تقویت ارتباط با ایران هست و اینکه برای اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار این مسئله اهمیت داره که این کشورها بتونن با ایران یک رابطه اقتصادی تجاری برقرار کنن و در کنارش بتونن اهداف سیاسی مشترک رو هم با هم تعریف کنن اعضای عضو این اتحادیه به خوبی میدونن که ایران از لازم موقعیت ژئوپلیتیکی، موقعیت ترانزیتی و همچنین قرار گرفتن بین دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرار گرفتن در این موقعیت بسیار بسیار حیاتی ترانزیتی شرق به غرب میتونه مسیر بسیار مناسبی برای کالای همون کشورها منظورم کشورهای عضو این اتحادیه میتونه باشه مخصوصا کشورهایی که در حوزه شمالی ایران هستن و به دنبال یک کریدور بینالمللی حمل و نقل میگردن که از شمال ایران بتونن دسترسی پیدا کنن به جنوب و کشورهای حوزه خلیج فارس و از اونجا برای آفریقا و آسیای شرقی بتونن کالاهاشون رو ارسال بکنند. بر همین اساس اگه بخوام یه آمار رسمی بهتون بدم مجموع صادرات ایران به پنج کشور این اتحادیه در سال 2018 میلادی بالغ بر 918 ممیز دو میلیون دلار بوده ولی در مقابل صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران در سال 2018 حدود 1 میلیارد و 775 میلیون دلار ثبت شده پس ما می‌بینیم که در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران بیشترین واردات رو از کشور روسیه داشته و با رقمی معادل یک میلیارد و دویست و میلیون دلار و کمترین واردات رو از کشور قرقیزستان با رقمی نزدیک بر چهارده میلیون دلار داشته ولی از سوی دیگر بیشترین صادرات ایران به اعضای این اتحادیه در سال گذشته میلادی به روسیه بوده به ارزش 533 میلیون دلار و کمترین میزان صادرات ایران به اعضای این اتحادیه به کشور بلاروس بوده به ارزش 12.6 میلیون دلار ولی این انتظار هست که با پیوستن ایران به صورت رسمی به اتحادیه اوراسیا این مبالغ جابجا بشه و افزایش پیدا کنه و میزان این فعالیت های بازرگانی تجاری در این اتحادیه برای تک تک اعضای این اتحادیه افزایش پیدا کنه و نتایج و دستاوردهای خوبی رو برای اعضا داشته باشه در قسمت بعدی میخوام اشاره بکنم به این مزیت که ایران میتونه یک پل ارتباطی بین اوراسیا و خاورمیانه باشه ولی ایران نباید این مسئله رو فراموش کنه که برای کشوری که میخواد متصل کننده شمال به جنوب یا شرق به غرب باشه باید زیر ساخت های اون کشور برای این مهم آماده باشه مثل کشور بلاروس کشور بلاروس متصل کننده ی اروپای غربی به اروپای شرقی و داره نقش یک اتصال دهنده رو از دید تجاری اقتصادی بازی میکنه که با زیرساخت هایی که برای خودش تعریف کرده از لازه ریلی و از لازه حمل و نقل جدهی ترانزیتی تونسته این نقش رو به بهترین شکل خودش در اروپا مخصوصا در اروپای شرقی بازی بکنه و سالیانه منفعت بسیار زیادی رو از این مهم به دست بیاره پس موقعیت جغرافی ایران بسیار خوب است و هم برای خودش و هم برای اعضای اتحادی اقتصادی اوراسیا و به دلیل منحصر به فرد بودن موقعیت جغرافی ایران و دسترسی به دریای شمال و خلیج فارس باید به همون مقدار که این موقعیت جغرافیایی مهم هست شرایط زیر های ترانزیت ایران هم بهبود پیدا بکنه ارتقا پیدا بکنه اگر نیاز هست که در بخشی از قسمت ها اصلاح و توسعه و ارتقای کیفیت انجام بشه حتما باید این کار بکنه مخصوصا در بخش حمل و نقل و ترانزیت ناوگان حمل و نقل خودش و ایران باید بسیار قوی بکنه اصلاح بکنه اون مواردی که باعث میشه بخش ترانزیتی ایران با چالش های جدی روبرو بشه و بتونه این موانع ترانزیتی رو حل بکنه من در بخش چالش ها حتما به این موضوع میپردازم چون موضوع بسیار مهمیه و قراری که یک تشکل و کارگروی برای ترانزیت کالاها در این منطقه اوراسیا انجام بشه که این نقش بسیار نقش مهمیه باعث درآمدزایی برای کشورها میشه و از این طریق میتونن حساب ویژه‌ای رو, رو روی اون کشور خاص باز بکنن و درآمد سرشاری رو نصیب کشورمون بکنن و همچنین برای کشورهای دیگه یعنی این زیرساخت ها باید از آخرین نقطه اعضای عضو این اتحادیه تا ارمنستان و ایران و کشورهای دیگه باید درست بشه که این مسیر کلیدوری شمال به جنوب و شرق به غرب به بهترین نف بتونه کار بکنه و درآمدزایی خوبی رو برای اون عضو یا اعضا داشته باشن ایران میتونه از ظرفیت هایی که در زمینه ترانزیت ایجاد میکنه برای مبادلات تجاری کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای هند و پاکستان و همچنین با کشورهای جنوب شرق آسیا ظرفیت ایجاد بکنه و خودش رو به عنوان یکی از کشورهای بسیار مهم در حوزه ترانزیت این اتحادیه معرفی بکنه به دلیل اینکه با اضافه شدن کشورهای دیگه و بزرگ شدن این اتحادیه در مراحل بعدی این مورد باعث به وجود یک بازار با پتانسیل بسیار بالا میشه که این بازار با پتانسیل حتما باید برای خودش زیر های ترانزیتی و حمل و نقلی تعریف کنه تا اینکه سرعت تجارت و روند گردش سرمایه در این کشورها بهتر بشه و بهبود پیدا بکنه و در نهایت کشورهای عضو بتونن از لازم اقتصادی و تجاری منافع خودشون رو تعمین بکنن روند همکاری درین در این اتحادیه در حال توسعه هست و با ورود ویتنام و ایران و همچنین سنگاپور و مولداوی احتمال اینکه چین هم به این اتحادیه بپیونده پیونده و در اروپا سربستان هم علاقه بسیار زیادی داره که به این اتحادیه به پیونده در نتیجه همین ورود چین به این بازار و به این اتحادیه میتونه نوید یک پایگاه ترانزیتی از طریق ایران به آسیای مرکزی و به کشورهای اروپای شرقی باشه و بسیار من خوش بینم که در آینده ایران میتونه نقش بسیار بسیار مهمی رو در این اتحادیه بازی بکنه ولی ما باید از قبل خودمون رو آماده بکنیم برای این مهم و اینکه بتونیم از فرصت هایی که ایجاد میشه و مزیت رو که ما نسبت به سایر اعضای دیگه داریم استفاده لازم رو ببریم نکته آخر که دوست دارم به این بخش اضافه بکنم و نکته بسیار مهمی هست وجود کشور ارمنستان هست که تنها کشوری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با ایران مرز زمینی داره و در واقع پل ارتباطی میان ایران و اتحادیه اوراسیا است این توافق فرصت بسیار جدیدیه در راستای منافع دو کشور ایران و ارمنستان که بتونن با در کنار هم قرار گرفتن از لازم بحث ترانزیتی و حمل و نقل و مرزهای زمینی که با هم دارن خدمت رسانی بکنم به منطقه حوزه خلیج فارس قفقاز و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شمال و در واقع یک جایگاه شریک تجاری خوبی رو با ایران ارمنستان میتونه تعریف بکنه که بتونم به یک رشد اقتصادی مناسب در منطقه دست پیدا کنم و در نهایت اینکه مسیر ارمنستان ایران به عنوان یک جادی ترانزیتی برای انتقال کالاهای ایرانی به اتحادیه اوراسیا هست و برای ما اهمیت بسیاری داره که بتونیم با ارمنستان مرزهای ترانزیتی خوبی رو تعریف بکنیم و از لحاظ کیفیت و از لحاظ کمیت بتونیم خدمات رسانی بسیار خوبی رو برای اعضای اتحادیه اوراسیا داشته باشیم